بچه ها این سکانس براتون آشنا نیست؟ یه چیز عروسک مانن که بر میگرده و به هر کسی که حرکت بکنه شلیک میکنه گیره دقیقا شبیه بازی مرحله اول اسکوید گیم که اون عروسک بر و به افرادی که حرکت میکردن شلیک میکرد تا این حد شباهت توی این ویدیو میخوام بهتون 10 تا فیلم سینمایی یا سریال رو معرفی بکنم که سناریوشون دقیقا این همین سکانس شباهت خیلی زیادی به اسکوید گیم داره بیایم بریم سراغ موارد لایک و سابسکرایب یادتون نره شماره یک فیلم سینمایی ژاپنی هر طور خدایان بخواهند محصول سال 2014 فیلم ژاپنی هر طور خدایان بخواهند به خاطر بازی های که داشته تقریبا خیلی ها گفتن که این شبیه اسکوید گیمه قصه این فیلم در مورد یه سری گروه از بچه های دانش آموز دبیرستانی ژاپنی هستش که باید یه سری آزمون های خیلی سخت و عجیبی رو بگذرونن و این آزمونا از سمت خدایان اونا ارائه میشه حالا این خدایان یه سری نسخه های انیمیشنی و قولپیکر و جور عروسک مانندند که همشون نمادای عروسک های قدیمی و بچگونه خود ژاپنیاست یعنی اگه تو اسکوید گیم ما نمادها و بازی های محبوب و بچگونه خود کوریا رو میدیدیم توی این فیلم برای جاپونی ها این اتفاق افتاده خدایان هم به صورت تصادفی افراد رو میکشن و به نظر من این فیلم سینمایی صحنهای خشنش خیلی بیشتر از اسکوید گیمه هرچند که امتیاز و شهرتی که اسکوید گیم داشت به هیچ عنوان این فیلم نداشت شماره دو انیمه سریالی کایجی محصول سال 2007 ببین وقتی اسکوید گیم پخش شد خیلی اول گفتن که بابا این که نسخه کپی شده انیمه کایجی هستش یعنی اینقدر شباهت وجود داره بینشون انیمه ای کاجی یه انیمه ای چند قسمتیه که دقیقا داستان شبیه اسکوید گیمه یعنی یه مردی که تحت فشار و مشکلات مالی و این چیزاست و فرصت اون رو پیدا میکنه که توی یه سری از رقابتهایی برای پول شرکت بکنه و در ازای برنده شدن تو اون رقابت بتونه که بدهیاش پرداخت بکنه و زندگیش رو تغییر بده و دقیقا نوع رقابت ها اینجوریه که آدما به ازای باختن تو اون رقابت ها جونشون رو از دست میدن به نظر من این انیمه تو این لیستی که من دارم امروز بهتون میگم شبیه ترین سناریو رو به اسکوید گیم داره از اونجایی که خود کارگردان سریال اسکوید گیم گفته که من فیلم رو سال 2007 تا 2008 نوشته بودم حالا نمیدونم تو این حدودا بود و خود انیمه کایجی هم 2007 منتشر شده میگم بعید نیست که مثلا از این فیلمنامه انیمه تا حدودی استفاده کرده باشه شماره سه آلیس در سرزمین مرزی بازم یه محصول ژاپنی سریال ژاپنی آلیس در سرزمین مرزی دقیقا شباهت زیادی داره با سریال اسکوید گیم اگه داستان سریال بازی مرکب و اینطوری بخوام بیان بکنیم که بازی میکنی و برنده میشی یا میمیری سریال آلیس سرزمین مرزی هم دقیقا همچین سناریویی رو داره داستان این سریال در مورد یک سری از افرادی هستش که علاقه من با به بازی های ویدیویی هستند و با هم دیگه دوستن حالا این افراد به طور اسرارآمیز و عجیبی توی شهر توکیوی موازی یعنی تو اون شهر توکیوی اصلی نه یه شهر موازی وارد میشن و بعدا میفهمن که باید توی اون شهر بازی های مختلفی رو انجام بدن تا نجات پیدا کنن و نمیرن حالا فرقاش چیه تو اسکویت گیم شما عملا باید با افراد دیگه رقابت بکنی ولی توی این سریال اینجوری نیست یعنی محدودیتی وجود نداره که بخواد یک شخصی برنده بشه شما باید فقط جون خودتو نجات بدی توی این مرحله شماره چار سری فیلم های هانگر گیمز دقیقا هانگر گیمز هم داره روایت بازی مرگو رو میکنه اولین نسخه ای این فیلم سال 2012 منتشر میشه داستان این فیلم داره یه جهان دیکتاتوری رو روایت میکنه که هر سال یه دختر و یه پسر باید از هر بخش این جهان وارد یه رقابت خونی بشن تا در نهایت فقط یه نفر از اونا زنده بمونه و این رقابت داره طبق اون رسم و رسومات هر سال انجام میشه البته برخلاف اسکوید گیم توی این فیلم بازی مشخصی وجود نداره و فقط باید شرکت کننده همدیگه رو به قتل برسونن که یکیشون زنده بیاد بیرون از بازی و یه فرق دیگه هم اینه که کل مردم و کل حکومت و اینا از وجود همچین بازی با خبرن و نمیتونن این بازی رو لغو کنن یعنی زورشون نمیرسه که بخوان این بازی رو لغو بکنن ولی همین که خب یک رقابتی هست که باید یک نفر از توش زنده بیرون بیاد یه جورایی عین مثلا بازی مرحله آخر اسکوید گیم میمونه شماره پنج فیلم سینمایی بتل رویال دوباره یه محصول ژاپنی فکر کنم چهارمین محصول ژاپنی که دارم بهتون میگم توی یه جامعه‌ای که دیکتاتوری داره رفتار میشه داخلش دانش آموزان دبیرستانی به یه جزیره برده میشن و تو اونجا رقابتی که واسهشون تعریف میشه باید همدیگر رو بکشن تا در نهایت یکیشون زنده بیرون بیاد از اون رقابت شماره 6 سریال معروف گمشدگان این سریال رو باید خیلی بشناسید دقیقا این سریال هم این گیم بازی ها فقط حول محور یه داستان و یه موضوع نمیچرخه و بازی های مختلف و مرحله مختلفی هستش و داخلش تعریف شده و دقیقا من بازی مرکب روایت داستان بازی داخل یک جزیره داره انجام میشه ولی تعداد قسمت های این سریال خیلی پربارتر و بیشتر از اسکوید گیمه فکر میکنم 121 قسمت باشه خب طبیعتا جزئیاتش بیشتره و به نظر من سناریوش خیلی کاملتر و جذابتره طبیعتا شماره هفت فیلم سینمایی اعصاب این فیلم خیلی شما رو یاد بازی های این نهنگ آبی و همچین چالش میندازه توی این فیلم یه دختر پسر وارد یه سری چالش ها میشن که مخاطبینش مردم هستن هر بار باید یه چالشی رو انجام بدن و اون چالش هر بار سختتر و سختتر میشه و هر چالش عملا داره با جونشون بازی میکنه ولی بعدش که تصمیم میگیرن از چالش میان بیرون میبینن که نمیتونن و هیچ اختیاری برای بیرون اومدن از اون چالش ها ندارن و بعدا میفهمن که آره این یه بازی مرگه یا باید اون چالش رو انجام بدی یا اینکه میمیری و جالب تر از همه اینه که اونطور که من متوجه شدم افرادی که برنده این چالش میشن در نهایت دوباره مجبورن که وارد اون چالش بشن میگم خلاصه این فیلم هم خیلی شبیه اسکوید گیم سناریوش ولی خب یه سری تفاوتهایی داره دیگه مثلا بازی ها خیلی تعدادش بیشتره چالش ها خیلی فرق میکنه کل مردم از وجود همچین بازی و چالشی خبر دارن ولی خب نمیدونن که پشت پرده قضیه چیه و افراد قرار واقعا به خاطرش بیمیرن شماره هشت دایره توی این فیلم سینمایی 50 نفر آدم غریبه رو توی اتاق تاریک از خواب بیدار میکنن یعنی دقیقا این اسکویت گیم که از خواب بیدار میشن و میبینن توی جای عجیب غریبن دقیقا نمیدن اینجوریه پنجا تا آدم قریبه رو میبرن یه جای تاریک و از خواب بیدار میکنن و اونا متوجه میشن که بر اساس مجموع قوانینی که توسط یه سری آدما و نیروی ناشناختهی تعیین شده اونجا یکی یکی همشون ادام میشن و از اونجایی که متوجه میشن باید فقط یه نفر از بین خودشون انتخاب بکنن که زنده بمونه یه سوال خیلی جالب مطرح میشه که چه چیزی ارزش زندگی انسانو توی این فیلم تعیین میکنه یعنی ملاک اینکه انسانو انسان زنده بذاری دقیقا چیه اینکه بچه مچه داره اینکه کار و زندگی داره اینکه جوون اینکه سنش بالاتره خیلی این فیلم چالش جالبی داره شماره نه بازی دروغگو ببین از اسم این بازی مشخصه شما وارد یه بازی میشی که برندهش کسیه که بتونه بیشتر بقیه رو گول بزنه و فریب بده یعنی کسی که بتونه بقیه رو گول بزنه در نهایت برنده جایزه نقدی خفن میشه من این فیلم ندیدم ولی اونطور که متوجه شدم مثل اینکه اگه افراد ببازن نمیکشنشون و همچین حالت جذاب این اسکوید گیم نداره بازی شماره ده سری فیلم های دایورجنت مورد آخری که به نظر خودم خیلی چه باید داشت دایورجنت که من عاشق این فیلمم ببین دقیقا تو دایورژنت هم یه گونه آماری از جمعیت توی یه محیط ساختگی متولد میشن و عملا همهشون دارن با همدیگه رقابت میکنن و دستبندی میشن و در نهایت کسی که از پس همه این مشکلات بر بیاد بهش میگن یه انسان متمایز و میتونه به خارج از این محیط ساختگی و آزمایشگاهی بره یعنی دقیقا بیای تشبیه سازی بکنی میبینی به نوعی داره اسکوید گیم رو روایت میکنه دقیقا حالت این فیلم هم یه جور بازی بین مرگ و زندگیه به نظرم این ده تا فیلم خیلی شباهت زیادی داشتن به اسکوید گیم به خصوص اون دوتا مورد اول حتما نگاه کنید متوجه میشید یا مثلا آلی سر سرزمین مرزی ولی به هر صورت دوباره میخوام برگردم به سوال اولی که پرسیدم به نظر شما این همه فیلمی که سناریوی شبیه به اسکویت گیم داشت خیلی هاشون پروموت شدن خیلی هاشون سحنای جنسی هم داخلشون بود که خب این جاذبه های مخاطبی رو ایجاد میکنه اما چی شده که اسکوید گیمی که نه اون به اون صورت جاذبه صحنه جنسی و لباسهای بازما بازماز سوش داشت نه به اون صورت سکانساش عجیب و غریب بود چی شد که اسکوید گیم اینقدر معروف و محبوب شد اما این سریال و با این همه هزینه این معروفیت رو پیدا نکردن به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه همراهان دوست داشتنی طرفن به بخش انتهایی ویدیو رسیدیم اگه تا الان هنوز کانال طرفن رو سابسکرایب نکردید این کارو حتما انجام بدید و ویدیومون رو لایک کنید تا ویدیو بعدی امیدوارم همیشه شاد و پیروز و موفق باشید خدا نگهدارتون